حق جا تکرار خواهد شد. همواره در هر مقطع تاریخ و زمان ایدی را و روش پیامبران را در پیش خواهد و ایدی دیگری رای شیطان. یک طرف عامل و باعث اصلاح در جامعه و دیگری باعث فساد در جامعه. داستان در افغانستان هم بارها تکرار شده. قوم در مجموع به دو دسته تقسیم شده، دو دسته متخاصم، خوب و بد، خدا پرست و نفس پرست، حق و باطل، حق پرستان و باطل پرستان. اونایی که در پی اصلاح جامعه بودند و اینایی که باعث تخریب در جامعه، تخریب همه بنیادهای جامعه. ما در افغانستان هم میبینیم که ایدی خواهان خاتمی جنگ هم، خواهان تأمین امن سرتاسری در مجموعه کشور، خواهان برادری و اخوت بین تمام اقوام، خواهان وحدت ملی، خواهان عدالت در همه ابعاد، خواهانی که در کشور ما یک قطره خون به زمین نریزد. تکبیر از 25 هزار خانواده مهاجر داریم.
ده هزار خانواده مهاجر شمدن، 12,000 خانواده مهاجرین فاریاب و بادغیس. مطمئن باشیم که انشاءالله این محرومیت ها جبران خواهد شد. از دولت می خواهیم که به هرات توجه شایستی این ولایت بزرگ را داشته باشد. باید جلوی بی‌عدالتی ها، غصب زمین، فساد گرفته شد. شما می بینید که متاسفانه ایدی حتی جرأت و شهامت و ظرفیت شنیدن حرفای ما را هم دارد. تکبیر! عرض می کنم که ما در حالی که دست برادری به سوی همه دراز می کنیم، اونا را به اخوت و برادری و همدلی دعوت می کنیم. می گوییم بیایید گذشته را فراموش کنیم. در حق ما بیش از هر کسی دیگری جفا شده. ما حاضریم به کسانی که به ما جفا کردن عفا کنیم. ما پدریم در جهاد به شهادت رسیدند، دو برادریم در جهاد به شهادت رسیدند، ولی تا هنوز نمیدانم که اونا در کجا قبر شدند. ما حاضرم به قاتل پدر و برادرانم عفا کنم و انتقام نکشم. تکبیر! ولی میبینیم که ایدی تحمل اینم ندارن که باسی صد حرفای مرمشه، حرفای برادرانه و مبتنی بر دلسوزی مرمشه. مطمئن باشم که با این حرکتهای غیر اسلامی و غیر انسانی به سوی آیندی تاریکتر باشم. متاسفانه که امروز ما در حالت قرار داریم که تقدس اماکن مقدس ما هم پایمال می شود. بیدیره می بینیم که در مساجد انفجارات می کنند، در اثنای نماز و نمازگزاران به خاک و خون می کشند و تصور می کنند که از این طریق مستقیما به بهشت می روند. ما شاهد ثانی فیلمی بودم که زیر منبر برادر بزرگوار عالم جید دلسوز و مؤمن مولوی صالحی بم گذاشته بودند. خداوند اونا را حفظ کرد، در حالی که او خدمتی به مردم هرات کرده که سابقه ندارد. ما دیروز به جامعه علمی که او مؤسسش و بنیانگذارش بود رفتم، گفتم اهمیت این مرکز بیش از ارگ در کابل است و بیش از مقام ولایت در هرات. همینان که باعث جنگ شدن به اشاره اجنبی وابستن، نوکران، مزدوران، دشمن ملت خودن، در پای دشمن افتادن. نمیخوان که ملت ما از آتش ای جنگ خانمانسوز نجات بیابد. مطمئن باشین که توطئه های اونا خونسا خواهد شد و ما شاهد افغانستان سربلند، آزاد، مستقل و اسلامی خواهیم بود. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله.
وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أعداءهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا دري أي مباركة پیامبر علیه السلام در زمین وصایای زیاد و رهنمودهای زیاد گفته شدن که پیامبر سراج منیر است مثل که چراغ خود می سوزد و به دیگران نور و روشنایی می دهد جلوی پای کسانی را که در تاریکی‌اند روشن پیامبر سراج منیر است چراغ روشن که خود می سوزد و به دیگران روشنی می دهد بعد می فرماید که ولا تطع الكافرین و المنافقین از کافران و منافقین اطاعت نکن یعنی روش و اسلوبی اونا را بکار نگیر نشان نباش رای را که اونا اختیار کرد اختیار نکن ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أعداءهم نسبة بآزار وأذيتهم في تفاوت وفي اعتناق وتوكل على الله وبر خدا توكلكم وكفى بالله وكيلا وخدا بحيث وكيل خاص برادران عزيزا ما در زندگي خود در طول 49 سال مبارزه با روزای مواجه شدیم که طرف راست هم بم بود طرف چپ هم پیش روی هم عقب هم و در گردهای بم هم دیگری خود نمیدیم یک بار برخانی که من در زندگی می کردم 32 بم و راکت ریختم و در داخل خانه دیوارهای خانه هم ویران شد 95 جت جنگنده 32 راکت و بم در خانه من بارها تلاشای ترور مسئوله در 50 سال همه حکومت های کابل و حامیان بیرونیشان شبکه های خطرناک جاسوسی به سوی کی جی بی و سی آی ای در پی ترور اما خیلی ها که تلاش برای تروری ما کردن امروز ما نیستن و ما زنده هستیم فیصله مرگ و زندگی از خدا و از عرش اگر فیصله مرگ جز خدا در دست کسی دیگری می بود نباید تا امروز صدها بار کشته می شود مطمئن باشید که مرای خود را ترک نخواهم تو همه اطمینان به پیش باید تا زنده ایم تا آخرین رمک زندگی تا آخرین قطره خون در راه پیروزی اسلام و آزادی کشور مبارزه خواهم و قال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جهنم داخرین بارک الله لنا و لکم فی القرآن العظیم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم